رادیو همراه. بفرمایید. الو. بفرمایید خانم. الو، سلام آقای دکتر، خوب هستید؟ سلام، من خوبم، بفرمایید. وقتتون بخیر، سال نوتون مبارک باشه. شما هم همینطور، بفرمایید. خیلی خوشحالم که تونستم با برنامه‌تون تماس بگیرم، باورم نمیشه که دارم باهاتون صحبت میکنم. منم خوشحالم، بفرمایید. اگه اجازه بدید یه سوال کلی در مورد ازدواج اول بپرسم، بعد در مورد ویژگی‌های خودم و موردی که هستم صحبت کنم. بفرمایید. من توی صحبت‌هاتون که تا حالا شنیدم دو تا ویژگی رو خیلی تاکید می‌کنید که اگر در طرف مقابل دیدیم مورد مناسبی برای ازدواج نیست، که معمولاً به عصبانیت و شکاک بودن اشاره می‌کنید. این برداشتم درست از صحبتاتون؟ کاملا. به نظر من چون ریشه های شک و سوء ظن و خشم و عصبانیت آنچنان چند جنبه و چند جانبه هست و به اندازه فرد از حالت عادی و معمولی در یه شرایطی خارج میکنه که متاسفانه مسئله آفرین و حتی خطرناک. درست. بعد در مواردی، من الان بیشتر تمرکزم رو قضیه خشم و عصبانیت، در مواردی که دو نفر ازدواج کردن، حالا چه بسا بچه هم دارن، تو اون مواقع دیدم که توصیه‌تون اینه که کلاس‌های کنترل خشم یا سی‌دی‌های شما در زمینه خشم و عصبانیت و استراب رو بشنون و معمولا میگید که خیلی تأثیر گذاره. میخوام بدونم که چون این افراد دیگه ازدواج کردن و حالا طلاق میتونه آسیبای بیشتری داشته باشه، توصیه‌تون اینه که این راهو برن، یا اگر قبل از ازدواج هم باشه و اون فرد همکاری کنه که بخواد روی موضوع کار بکنه، میشه به عنوان اینکه حالا مورد مناسبی برای ازدواج بهش فکر کرد و یه زمانی داد که روی خودش کار بکنه، و چقدر میتونه این قضیه تا؟ آخه ببینید عزیز، شما چرا دنبال یک نوع نتیجه گیری خاص و عجیب هستید؟ من به شما بگم اگر میخ تو پاتونه، برای رفتن دبستان مسئله دارید، دبیرستان هم، دانشگاه هم، سرکار هم، مهمونی هم، بعد بگم که تنها راهش اینه که میخواد در بیاره. شما بگید حالا اشاره تو به اینه که آدم وقتی که داره میره سر کار میخواد در، خب معلوم همیشه عزیز. ببینید عزیز، خشم یه احساس بسیار بده، یعنی انگر، و نشانه این هست که ما یه واقعیاتی رو در زندگی نادیده گرفتیم. واقعیت اول که نپذیرفتیم زندگی بسیار سخت و مشکله، واقعیت دوم که نپذیرفتیم جهان تار و پودش با درد و رنج همراهه، واقعیت سوم که نپذیرفتیم در جهان آنچه که وجود داره درست و غلط و خوب و بد نیست، بلکه تفاوته، و در نتیجه انتظار ما این است که جهان به میل ما بچر، برای من خشمی میشم. اما اشکال کار اینه که در مقابل خشم من چهار تا راه دارم. یعنی وقتی خشمی میشم، یکی خشم رو تبدیل به عصبانیت کنم که حالا دیگه درگیر یه رفتار تند نامناسب میشم، یکی خشم رو فرو بخورم، یا اصطلاحی که شما به کار بردید که درست نیست، کنترل خشمی، که به درون بریزم سم و زهر رو، به درون بریزم فعلا آسیبی نبینم ولی بعدا بمیرم، یکی اینکه خشمم رو آنگونه که معمول و مرسومه به درستی ابراز کنم، یعنی در حد خودش موضوع رو با طرف مقابل محترمانه، مؤدبانه، در آرامش مطرح کنم، در میون بگذارم ببینم با کجا میرسیم، و یکی خشم رو اداره کنم. در این صورت من ریشه هاش رو از بین میبرم و کار رو درست کنم. پس بنابراین توصیه من به همه آدم ها همیشه این است که چون این بیماری ویرانگره، این همه چیز رو خراب میکنه، زمینه‌ای برای استراب داره، زمینه‌ای برای افسردگی داره، زمینه برای احساس شرم و خجالت و گناه داره، به وسواس ما رو میرسونه، روزی که شما خشم بینید باید این رو درستش کنید. حالا 4 سالتونه، 14 سالتونه، 40 سالتونه، ازدواج کردید یا نکردید، اونجا بحث نیست. اما نکته مهم که توجه شما رو شاید جلب کرده اینه که خوشبختانه موضوع خشم با توجه به فهم و درکش که از کجا میاد، این مکانیزم چگونه کار میکنه، پروسه و فرایندش چه هست، این آگاهی به آدم آماده فرصت رو میده که بتونه
به تدریج این وضعیت رو از خودش دور کنه و از میان ببره. بنابراین چیزی به اسم اداره کردن خشم، نه کنترل خشم، اداره کردن خشم، anger management not control، اداره کردن خشم به وجود آمده که مطالعات نشون میده آدم ها با آگاهی و آشنایی و توجه به اون و مخصوصا مواظبت از اینکه به خودشون و دیگران آسیب نزنن و تنبیه سنگینی متاسفانه کنارشون هست، از این تکنیک میتونن استفاده کنن و خودشون راحت کنن. درست بس که شما سردرد دارید میگن این قرصه بخوری سردردتون از بین میره، ای بسا بیماری سر جاشه، ولی خبر به مغز مخابره نمیشه که شما دردتون بیاد. بنابراین من همیشه توصیه‌ام این است که شما میتونید این دوره‌های چند ساعت رو در امریکا بسیار معمول و مرسوم بین 10 ساعت تا 20 ساعت یا کنفرانس ها و دادگاه های امریکا شاید تنها حکمی رو که 10 برابر بیشتر از همه احکام دیگه میدن فرستادن زن و شوهرها در اختلافاتشون برای کلاس های انگر منیجمنت یا اداره کردن خشم، چون فرض بر اینه که آدم های بخوان میتونن این مشکل رو حل کنن، ولی باید بخوان و به دنبالش برن. البته موضوع ها و مطالب دیگری هم مطرحه. پس بنابراین من اون رو به همه توصیه میکنم، مهم نیست ازدواج کردید یا نکردید، اما حرف منم این است که اگر کسی عصبانی است ابتدا بره خودشو معالجه کنه به طوری که روان درمانگرش روانشناسش تایید کنه این آدم این دوره رو گذرونده، با واقعیت آشناست، خودشو به مدت چند ماه اداره کرده و کاملا در مواردی که قبلا به نوعی طوفان به پا می کرده و قوقا می کرده کاملا شرایط رو عادی و معمولی کرده، حالا میشه روش حساب کرد. یعنی حالا میشه روش حساب. حالا کاری که برای من مطرح بوده وقتی بحث درباره اضطراب بوده یا افسردگی، بیشتر درباره موضوع چراییش راه‌های معالجه‌اش صحبت کردم، اما قسمت خشم و عصبانیت اون 8 ساعت مربوط به خشم و عصبانیت دقیقاً اون پروسه‌ای که در یک کلاسی هر جای دنیا برای اداره کردن خشم آوردم، یعنی اینجا در عین حال که آگاهی رو میده قدم به قدم مطرح میکنه که موضوع و مسئله ما از کجا میاد و چه کارا باید براش کرد. یعنی فرض بفرمایید گفته میشه آدم عصبانی 8 باور غلط نادرست رو پشت سر هم داره که هر کدوم از اینا رو در مرحله دوم یا پنجم یا هفتم قطع کنه عصبانیت منتفی است. پس بنابراین نه تنها میگه اینا سبب میشن تو عصبانی بشی، میگه اینا رو میتونی به درستی بهش نگاه کنی و همونجا متوقفش کنی. درست مثل اتومبیلی که داره تون میره و شما میگه حالا ترمز دارید میتونید اتومبیلتون نگه دارید. بنابراین هیچ ارتباطی به ماجرای ازدواج و بچه نداره. ببینید گوشه ذهن شما باز یه مسئله است که حرف هم درستی است هم نادرست. معلومه وقتی شما ازدواج کردید و صاحب فرزند هستید، حالا در جهت تصمیم برای ماندن در زندگی یا رفتن زندگی موضوع تنها شما نیستید. روز اول نیست که انتخاب بوده با این آدم ازدواج بکنید یا نکنید، یا حتی بعدش تنها اگر باشید طلاق بگیرم یا نگیرم. حالا بچه ها مطرحن و تا آخر عمرتون هم مطرح خواهند. بنابراین یه نکات دیگری رو باید رعایت کنید، ولی هیچ ارتباطی به موضوع نداره. نتیجتا ما اگر با کسی روبرو هستیم یا خودمون آدم خشمگین عصبانی هستیم، باید این مشکل رو در خودمون حل کنیم و الا به خودمون و دیگران آسیب سخت سنگین، حتی برخی از اوقات ویرانگر و خطرناک میزنیم. مهم هم نیست که کجا هستیم، فرقی در خود این ماجرا نداره. خب طبیعی است که اگر من آدمی هستم عصبانی 5 نفر دور برم هستن یا عصبانی 50 نفر، خب معلومه اگه 50 نفرن آسیب بیشتری به دیگران میزنم و زمینه هم برای عصبانیت خودم فراهم میکنم. درست. من حالا در مورد کیس خودم اگه اجازه بدید بگم. من خودم 31 سالمه، فرزند دوم هستم، یه برادر دارم 2 سال بزرگتر، یه برادر 8 سال کوچکتر که به قول شما اینجا مسئله است، و ایشون 4 تا برادرن، ایشون برادر 4مه. فاصله سنیشون رو با برادرشون دقیق نمیدونم، ولی فکر میکنم کوچیکترین برادرشون 7 سال از ایشون بزرگتره، یعنی فرزند 4 با فاصله سنی خیلی زیاد به دنیا اومدن و خودشون هم که 2 سال با من فاصله سنی دارن.
از نظر فرهنگی خانواده هامون خیلی متفاوتن. خانواده اونا خیلی سنتی هن. خانواده ما نگاهشون سنتی نیست حتی به ازدواج و براشون جا نیفتاده که مثلا با یه شناخت خیلی سطحی دو نفر ازدواج کنن. شاید حتی یک سال هم بریم بیاین براشون عادیه، ولی خانواده ایشون نه و حتی خودشون هم خیلی براشون این قضیه جا نیفتاده که فرصت بذاریم حتی این کلاس ها رو هم بریم. عقیدشون اینه که میشه ازدواج کرد، حالا بعدا در ادامه بریم دنبال حل کردن موضوع. ولی خب چون عصبانیت برای خودم یه موضوعیه که حساسه، میخواستم ببینم که اصلا آیا میشه امیدی داشت. آخه یعنی چی ازم ببخشید، یه آدم چرا باید در دنیای امروز حرفش این باشه که ما اگر اتومبیل اون خرابه درستش نمی کنیم بریم سفر، میریم ببینیم وسط راه کجا ما رو نگه میداره؟ یعنی چی؟ آخه این چه استدلالی است؟ من اینو نپذیرفتم. نه 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 که شما، من نگفتم شما پذیرفتید. با یه همچین مردی چه بحثی دارید شما؟ با یه همچین مردی چه بحثی دارید؟ برگرده بگه ما الان بنزین نمیزنیم. صبر کنید عزیز من، اینشونو ولش کنید. برگرده بگه ما الان بنزین نمیزنیم، میریم تا بنزینمون تموم بشه وسط راه بمونیم، بعد ببینیم از چه طریقی با هزار بدبختی بنزین پیدا کنیم بزنیم. استدلال چیه؟ ما این مشکل داریم، مشکل باید حل کرد. ایشون فرضش بر این است که مشکل من ندارم، مشکل مثل این است که یه دفعه مشکل خراب شد. خودشون عقیدهشونه که من اگر عصبانی میشم و اگر رفتارایی میکنم اونقدری که به نظر شما بده به نظر خودم اونقدر هم بد نیست. پس بنابراین شما با هم اختلاف دارید. یک کسی برگشته گفته حقوق من 1,000,000، یکی میگه 10,000,000، اون یکی بگه 1,000,000 10,000,000. تصور کن این چه نگاهیست؟ شما با یه آدم واقع بین عاقلی که استدلال میکنه روبرو نیستید. برگرده بگه ملاک خلقت منم، ملاک خلقت تو، اینه ملاک خلقت جهان علمه و واقعیته. درجه حرارت بدن من 37، 35ش 39ش از نظر پزشکی بده. من که نمیدونم تصمیم بگیرم که من اینو اینجوری نمیبینم. آخه شما کی هستید؟ خب بس بنابراین شما با یک کسی رو برستید که کاری به واقعیت نداره، کاری به علم نداره، کاری داره به عقیده خودش. منم همیشه عرض کردم ما در دنیایی هستیم که اگر با واقعیت و علم و عقل حرکت میکنیم کمترین آسیب میبینیم، اگر با احساسات و اعتقادات کار میکنیم بدبختی. هر کی باشیم هر جای دنیا سر هر موضوعی گرفتار. برای که احساسات یعنی نظر من در 3 سالگی، نظر من در 7 سالگی، نظر من در نگاهی که اون روز مادر بزرگم در 4 سالگی من اونو گفت، حالا میخوام با این زندگی کنم در 30 سالگی، اون کار نمی کنه. بنابراین اصلا حرف ایشون است که من عصبانی نیستم. خب ایشون انکار میکنه چیزی که از در شما هست. شما هم ملاکتون این است. خب میریم با یکی صحبت میکنیم ببینیم تو آدم خشمگین و عصبانی هستی یا نیستی، تو تب داری یا نداری. بله خب بفرمایید. ایشون الان پذیرفتن که ما یه دوره یا زمان بذاریم که روی این موضوع کار بکنیم. بسیار عالی. من میخوام ببینم که چقدر اطمینان میشه داشت که حالا اگر این دوره جواب داد دوباره بعد از 10 سال و 5 سال این رفتارها بر نگرده. نه ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، سب کنید. ما درباره مشکلات و مسائلمون بسیار از اوقات یه چیزی میاد دو مرتبه به دلیل اینکه خارج از اداره و کنترل ماست برمیگرده. خب معلوم میشه. ولی برخی از اوقات به شما برمیگردن میگن اگر ببخشید این مشکل و مسئله رو حل کردید، رعایت این دو سه تا نکته رو بکنید برنمیگرده. یعنی شما بیاید ما این عمل رو روی شما انجام میدیم، ولی حالا شما دیگه فرض کنید سیگار نکشید، مشروب نخورید، این نوع کارا رو انجام ندید، احتمالی که این بیماری برگرده خیلی خیلی کمه. ولی اگر شما بخواید به سیگار کشتن و مشروب خوردن تو ادامه بدید برمیگرده. بنابراین اولا این نکته. دوم، ما در دنیای نیستیم که از کسی بتونه تضمین آینده رو بکنه. شما حرفتون این است که این آدم، ببینید باز نگاه شما نگاه علمی نیست. شما فرضتون برای که این آدم این وضعیت رو داره الان زبان انگلیسی بلد نیست، ولی اگر زبان انگلیسی رو یاد گرفت، شما 5 سال دیگه که نمیتونید، شما 5 سال دیگه زبان انگلیسی بلد نباشه، خب یاد گرفته. اگر یک کسی یه مسئله و مشکلی داشته که به دلیل اون مسئله و مشکل عصبانی میشده،
نه اینکه تصمیم گرفته عصبانی نشه، اون یه قصه دیگری است. نه، اون علل و عواملی که سبب عصبانیتش بوده رو ما از بین بردیم. خب مادام که اونا دوباره بر نگرده یا دیگه نباشه، اون عصبانیت هم به دنبالش نخواهد بود. به همجاست که آدم ها میرن مالجه میشن برای تا آخر عمره. تضمین وجود داره در مواردی که مسئله برگشت غیر ممکنه. گفتم درست مثل که کسی انگلیسی بلد نیست برای انگلیسی یاد بگیره. شما هیچ وقت نمیگید از کجا که 5 سال دیگه انگلیسی بلد نباشه. نه خب بلده کم شد. ولی شما برگردید به من بگید از کجا، یادم سیگار میکشه، الان میره سیگار ترک میکنه، از کجا که 5 سال دیگه دوباره نکشه. میگم شاید. حالا چرایی سیگار کشیدن الانش مطرحه و چرایی اینکه بعدا سیگار میکشه یا نه، تازه از همین رو گذشته. ما تمام عمرمون در مقابل این وضعیت قرار داریم که باید با شک، با اطلاعات کم، با آینده مبهم، با پیشبینی نکردن اتفاقات تصمیم بگیریم میخوایم این کار بکنیم یا نکنیم. تو رشته تحصیلی همینه، تو شغلمون همینه، اقامتمون در امریکا یا ایران همینه، ازدواجمون هم همین عزیز. تضمینی وجود نداره. مشخصه انسان اینه که با آگاهی کم باید تصمیمهای بزرگ مهم اساسی بگیره. به همجاست که خیلی از اوقات هم مشکل پیدا میکنه. شما من میگید یه آدمی بیاد فرض اینجوری بگیریم، خشمگین و عصبانیه. عرض من این است که اگر یک با یه آدم آگاهی کار بکنه و مسائلش رو حل کنه و پشت سر بگذاره، اگر زندگی عادی و معمولی داشته باشه و اون علل و عواملی که قبلا موجب این گرفتاری ها بوده وجود نداشته باشه که اینا رو میشه پیش بینی کرد، احتمالی که این آدم برگرده هست. برای شما در مورد هیچ کسی تضمینی ندارید. آدمی که امروز عصبانی نیست میتونه فردا به دلیل استرابی که پیدا میکنه عصبانی بشه. آدم ها که از روز اول تولد اینگونه نیستن عزیز. به اندازه که بسیار از وقت پدر و مادرها متوجه نیستن که بچه تا 10 سالگی مسئله نشده ولی حالا تو 12 سالگی داره. در خصوص افراد دیگه هم همینه. بنابراین پرسش اینه که من از نظر حداقل سلامت روانی میتونم مطمئن باشم که خودم یا طرف مقابلم هست یا نه. این حداقل رو هم میشه فهمید. به همینجاست که خیلی از اوقات آدما میرن به مشاوره قبل از ازدواج. مشاوره قبل از ازدواج معنیش نیست که ما اشکالی داریم. من در اون زمانی که کار تراپی میکردم معمولا تو 5 ساعت از وقت این کار برمیامدم. میامدن دو نفر میشستن، سوالات منو جواب میدادن، بحث و گفتگوی رو من بینشون به وجود می آوردن، جلوی من با هم بحث و گفتگو درباره موضوعات میکردن، نه این جنگ و جدال، درباره مثلا یه تصمیم یه عملی. و بعد از 5 ساعت میشه گفت به نظر میرسه که شما با هم اشکالات اساسی و بنیادی ندارید، به هم میخورید، به درد هم میخورید. درست مثل که شما فرض کنید برادرتون 25 سالشه، من حرف شما اینه که هنوز برای ازدواج زوده، ولی وقتی شد 30 سالش اگه دختر خانمی رو پیدا کرد که 3-4 سال 5 سال کوچکتر یا کمی بزرگتره میگید مناسبه، ولی اگر رفت سراغ خانم 90 ساله که میگید درست نیست دیگه. مسائل خیلی آشکاره، درست و غلطش کدامه. برای ما در دنیایی هستیم که ما مسائل و مشکلات اون الان حل میکنیم و اگر پشت سر گذاشتی و جز موارد بود که دلیل نداره بر بگرده، خب فکر کنیم در آینده هم خواهد بود. برای در آینده هم همچنان ما توان مقابله با اون رو داریم. خب آقای دکتر اگه اجازه بدید من ازتون یه سوالی بکنم. نه صبر کنید. اگر من به شما بگم که شما بهش بگید که بیا درباره یه موضوعی که موضوع فوق العاده مهمی هم است، بسیار مهمه، من تو 8 ساعت وقت بگذاریم، دو تایی بشینیم، هیچ کاری هم نمی‌خوایم بکنیم، این سی دی رو، حالا کتابش هم هست، سی دی رو با هم بشنویم و هر جام که خواستیم میتونیم نگهش داریم، یا حرفی با هم بزنیم یا یادداشتی برداریم تا آخر کار، و این مسئله رو بدون اینکه هزینه سنگینی باشه، یه خرید یه سی دی که با توجه به قیمتی که تمام شده هست واقعا قیمتی نیست، 8 ساعت هم وقت رو میگذاریم، یه چیزی هم یاد میگیریم، دوتایی با هم ببینیم اصلا موضوع چی، و در نتیجه حداقل در این باره بسیار مهم آگاهی های مشترکی پیدا میکنیم، بعد از اون تصمیم میگیریم که باش چه کار کنیم. چه اشکالی داره؟ من فهم کنم قبول میکنه. خب پس بنابراین یه مقدار نظرشون منفی بود نسبت به این موضوع. آخه نظر منفی چرا عزیزم؟ ببینید نظر منفی معناش این هست که من باوری به سلامتی و بیماری ندارم،
باوری به دنیای علم ندارم. آخه این که نمیشه عزیز. شما هر دو چی خوندید؟ رشته تحصیلی یا کار؟ شاید آشنا با این موضوعات نبودن. آخه اصلا کسی آشنایی نیست عزیز. مثل اینکه شما من بگید که ما میخوام ازدواج کنیم، آشنا نبودن. آدم در صبح تا غروب میبینه زن و شوهر رو، روابط رو، یا تربیت بچه رو، یا مدرسه رو. نه، به من بفرمایید رشته تحصیلی هر دوتون چیه؟ ما هر دومون مهندسی عمران خوندیم. اوکی. بنابراین به هر حال یه نگاه علمی، یه استدلال عقلی در کار هست. الانم چیز خاصی نیست. ببینید، به من برگردن بگن یه موضوعی است که کاملا میتونه زندگی شما رو بسازه یا ویران کنه. برای این کارم شما احتیاج، چون قبولم کردید که ایشون هم قبول میکنن، 8 ساعت وقت میخوایم بشیم یه مطلبی رو بشنویم، یه چیزی که بعدا حتی تو 10 تا مهمونی هم میذاریم راجبش با بقیه صحبت کنیم و اظهار عقیده و نظر کنیم. و بعدم به هر حال یه کسی است که در این موارد کار کرده و این رو به یه صورت خلاصه تو 8 ساعت در آورده، مسئله اداره کردن خشم. با حتما توش 100 نکته هست که توجه شما دوتا رو جلب کنه. خب بعدش کاملا میشه تصمیم گرفت چه خبر. اگر همین مورد رو ایشون گوش بدن و کار کنن، همین میتونه به تنهایی کمکشون کنه روی کنترل خشم. خب ببینید، باز شما نمیخوام با شما بحث لغت. کنترلی در کار، کنترل اشتباهی هستیم. کنترل یعنی فرو خوردن خشم. کنترل یعنی زمینه رو برای بیباری. سوالی که اصلا در مورد این قضیه دارم اینه که ایشون وقتی که در شرایط عادی هستیم خیلی آدم با محبتی هستن، ولی وقتی که عصبانیان، اون حرف هایی که اون موقع میزنن به نظرم حس واقعیشون اونه. و الان برام سواله که حتی اگر این شخص یا حالا هر آدمی که عصبانی میشه و حرف های تندی میزنه، اگر بتونه عصبانیتش رو هم کنترل کنه، آیا اون حس های منفی که نسبت به طرف مقابل داره دیگه اون حسا رو نداره، یا فقط بیان نمیکنه؟ خب آخه ببینید، باز شما دارید یه قضاوتایی میکنید یه ذره دقیق نیست عزیز. عین مثال قبلیتون عزیز من، شما الان یه نتیجه گرفتید، یه آدمی در حالت عادی مهربونه. بذار اینو به شما بگم، آدم مهربون یعنی مهربون. آدم مهربون نامهربون نمیشه. شما در اینجا با مهربونی روبرو نیستید، با مهرطلبی روبرو هستید، با یک روابط اجتماعی مبتنی بر بازی و فریب روبرو هستیم. من آمدم توی مهمونی، اولا آدم مهربونی هم نیستم، با همه محترمانه حرف میزنم، مؤدبانه حرف میزنم، تعارف میکنم، احوال پرسی میکنم، نظر میخوام، توجه میکنم، تایید میکنم، همه شوق بازیه. 4 ساعت من ابدا مهربونی کردم، ولی اصلا مهربون نیستم. شما باز اول یه فرضی میگیرید که یه آدمی مهربونه ولی وقتی عصبانی میشه. دوم یه فرض دیگه گرفتید که روزی که یادمی مهربونه، مثلا میگه بریم اینجا لطفا این کارو بکنیم، خواهش میکنم، مثلا من تو رو دوست دارم، روزی که عصبانی میشه شروع میکنه حرفای زشت زدن. بنابراین آیا اون نظرشون؟ نه. شما الان که الان ما داریم صحبت میکنیم، دو تا واژه در ذهن شماست، یکی دعاست، یکی پوش. میگه میشه گفت شما دو تا شید یا یکی شید؟ خب شما هر دو هستید، مهم اینه که کدام رو به کار میگیرید. شما یه آدمی هستید که در ارتباط با مردم 1000 بار حرف خوب میزنید، 1 بار 2 بار هم حرف بد میزنید. این که تعیین کننده نیست که شما کدامید، موضوع این است که در ارتباط با مسائل هست. روزی که ایشون عصبانی خشمین میشن و بعد خشم رو بر اساس تصمیمشون به عصبانیت تبدیل میکنن، یه چیز دیگه میشن، ولی همچنان این آدم هست. امیدوارم کسی را اذیت نکنم، شما هم همینطور. یه آدم رو شما با عقلش، با فهمش، با شعورش، با خوبیش، با مهربونیش میبینید، ولی آدم مطفوع هم داره، ادرار هم داره. چرا مسئله با هم مخلوط میکنید؟ بنابراین این حرف که یه آدمی مهربونه، از نظر من آدم مهربون اینگونه عصبانی نمیشه، اصلا نمیشه، تو 1 سال هم نمیشه. پس اونجا سواله. دوم، عصبانی شدن یعنی اجازه انجام یه کار غیرعادی است. درست بس آدم که توی 1 سال یه دفعه تصمیم گیره مشروب بخور، یا یه دفعه تصمیم گیره سیگار بکشه، شما که نمیگه سیگاریه یا عرق خوره،
کار بد رو همه ما میتونیم بکنیم. تو گفتم حرف زشت و زیبا رو میتونیم بزنیم. موضوعی که شما دارید این است که بعد از آگاهی انسان عوض میشه. نه، عمل انسان بعد از آگاهیش نیست عزیز. 700 میلیون آدم در دنیا دارن سیگار میکشن. ای بسا 70 نفرشون فکر میکنن کار خوبیه، ولی همه دارن میکشن. پس همه میدونن بده. این که شما من بفرمایید ما اگر سیدی رو شنیدیم و در نتیجه آگاه شدیم به مسئله خشم و عصبانیت کنار میذاریم، اصلا موضوع این است که ما بدونیم این مسئله کجاست. مثلا فرض کنید من با این واقعیت روبرو بشم که من در دنیای زندگی میکنم که آدم ها مختلف و متفاوتند. درست و غلط دنیا 5%. 5% دنیا خوب و درسته، 5% دنیا بد و غلطه، 90% دنیا تفاوت. بنابراین شما تشریف میبرید توی کنسرتی، حالا ایران کاری ندارم، 1000 نفر اونجا، یک نفر لباسش مانند دیگری نیست، اما هیچ کسی نه لباسش خوبه نه بده، نه درسته نه غلطه، لباس ها متفاوت. خب در نتیجه شما میرید به یک کنسرت 1000 نفره 5000 نفره میاد بیرون، هیچ هم نمیگید مردم چرا اینجوری لباس پوشیدن. اما روزی که شما اومدید گفتید ما این لباس رو قرار یه چادری سرمون باشه یا یه روسری سرمون باشه، اگر نباشه 0-100 میشه 100-0 میشه. حالا ما مسئله داریم. خب آدم عصبانی کسیست که این ماجرا رو اینجوری میبینه، ماجرای درست و غلط و خوب و بد و زشت و زیبا میبینه، حلال و حرام میبینه، نجس و طاهر میدونه، مؤمن و منکر میدونه. و این نگاه نگاهیست که آدم از پا در میاره. معناش این نیست که هیچ چیز خوب خوبی و هیچ چیز بد بدی نیست. چرا؟ گفتم اون 5%. بنابراین روزی که شما باورتون اینه که مرد زن جهان رو که میبینی بپذیر تفاوتو، این آدم دلش باید بیشتر پولش رو خرج لباس کنه، اون که دلش باید خرج کتاب کنه، اون که دلش باید پولش رو خرج سفر کنه، اون که دلش باید به بقیه کمک کنه، منم تو زندگی تو بکن. هی نگو درست غلط خوب بد. آدم عصبانی کسیست که آمده جهان رو خط کشی کرده و وقتی شما از خطتون میرید کنار، اونم به بدترین صورت ممکن مجازات میکنه. چون من میتونم خشمگین بشم. من ببین عزیز، من دو تا آدم رو به هم میچسبونم، میفرستم تو زندگی به هم چسبیدن، یکی 10 دفعه خشمگین میشه، یکی 1000 دفعه. یه حادثه رو تجربه میکنم، یه حادثه رو. چرا؟ برای که نفری که 10 دفعه خشمگین شده گفته دنیا زندگیش درش سخت و مشکله، درد و رنج درش هست، اختلاف هست، ما همه با هم اختلاف داریم، من با گذشته خودم اختلاف دارم، چرا این کاری کردم و نکردم، دنیا دنیای تفاوته. و بنابراین وقتی اینجوری نگاه میکنی دوربرش چیزی ازتش نمیکنه، یه آدم اینجوری میپوشه، یه آدم اونجوری حرف میزنه، یه آدم اونجوری کار میکنه، یه آدم این تنبلی میکنه، یه آدم سرعت خرج میکنه، همه رو میپذیره، متفاوتیم. خشمگین نمیشه کل روز 10 دفعه خشمگین شد، یکی 1000 دفعه بگو چرا این حرف رو زد، چرا اون اومد، چرا دیر اومد، چرا من نگاه نکرد، چرا اول به او سلام کرد، چرا منو دعوت نکرد، چرا 2 دفعه به او گفت بفرمایید، به من گفت 1 دفعه بفرمایید. خب از همونجا داستان شروع میشه. خب اگر یه آدمی به دلیلی که مثلا فرزند چهارم یه خانواده است با 4 تا پسر که تمام عمرش 3 تا برادر به زور گفتن، خسته است از اینکه بهش بگن بکنه نکنه باید و نباید، و برای خودش بکنه نکنه باید نباید هایی درست کنه، من اومدم عصبانیه، من اومدم خشمگینیه. چرا این جایگاه ها مهمه؟ چرا شما که وسطید یه ذره زمینه ساندویچ شدن دارید، هم قدرت رو و هم کوچکی رو، هر دو به شما فشار آورده، چرا این جایگاه ها مهمه؟ برای که 5000 بار تجربه کردید شما، دوست شما 10000 بار تجربه کرده که 3 تا برادر بزرگتر که نه آگاهی دارن نه بلوغ دارن نه مهربونن، ای بسا 1000 جور، در حالی که مواظب و مراقبش بودند و دیدی بلالش گوشتن، زورم بهش گفتن، دروغم بهش گفتن، گولش هم زدن و اینا، بعدن همه رو فهمیده. خب معلومه یه حساسیت هایی داره. خب حالا شما به من بگید که آیا ایشون آماده هست که جهان رو جهان تفاوت ببینه؟ برگرده بگم هیچ وقت اعتراض نکنید اینا چیه، اینا میخورن،
اینا چرا اینقدر پولشون رو خرج سفر میکنن؟ اینا چرا اینقدر به سر و پوزشون میرسند و نمیدونم لباس مارک دار میخرن؟ به من چه؟ اونا من. خب ببینید، مثلا فرض کنید این اولین اصلیست که وجود داره. دوم، من به هدفام نرسیدم، به آرزوام نرسیدم، به حقم نرسیدم، به احتیاجم نرسیدم. دنیا همینه. این که نرسیدم که قرار نیست من دنیا رو به هم بریزم. خودم سر 24,000 تا پیغمبر فرستاده، کتابم چاپ کرده فرستاده، یه آدم حسابی هم از توش در نمیده. حالا چی میگی تو؟ خب اصل دوم بعد از اینکه دنیا دنیای تفاوته، اصل دوم اینه که قرار نیست ما به هدف‌ها و برنامه‌ها و آرزوها و خواسته‌هامون برسیم. خب نشد که نشده. قرار نیست به هم بریزیم. قرار نیست که چیزی رو به هم بریزیم یا حرفای بد زشت بزنیم یا بزنیم یه چیزی رو بشکنیم. این که راه دنیا نیست. خب دنیا اینجوری نیست. خداش به هدف‌هاش نرسیده. خب من چی میگم؟ خب پس کنید تو اونجا مواردی از این قبیل مطرحه. آیا حاضر هستیم دیدگاهمون رو عوض کنیم؟ یا اینکه شما یا همسرتون بعد بگیم نه خیر، من باید به هدفم برسم، چرا حق منو خورد؟ حق شما رو خورده. حق خشمگین شدن دارید، ولی حق عصبانی شدن ندارید. شما تو فریوی، تو خیابونا که نمیتونید تا یه ماشین تقلب کرد با ماشین بزنید بهش یا دوارا بندازید. خب معلومه شما رانندگی کردید، 100 نفر هم ظرف مثلا یک سال گذشته بد عمل کردن، شما رو به خطر انداختن، اصول رو رعایت نکردن، ازش گذشتید رفتید دیگه. قرار اینه. آقای دکتر، الان از نظر شما طبق صحبتایی که کردید، آدمی که حالا زود عصبانی میشه یا اگه حالا زودم نه ولی خیلی خشمش رو شدید بروز میده، محبت کلامی یا حتی عملی هم میکنه، نمیشه خیلی اینو گذاشت به حساب اینکه آدم مهربونیه؟ ببینید عزیز، برای که مسئله تضادهاست، شما نمیتونید من بگید یادم اینقدر لاغره استخوناش پیداست ولی خیلی چاقه، نمیخوره با هم. ببین اشکال کار این برداشت غلط همینجاست دیگه. ما مهربون نیستیم. ما به این نتیجه رسیدیم که با ارزشترین کالای جهان محبت و توجهه، بنابراین حاضر هستیم دست به کارهایی بزنیم که محبت و توجه دیگران رو بگیریم. بنابراین من وارد مهمونی میشم، لیلی به لالای همه میگذارم تا همه به یه نتیجه برسن که این آدم خوبه و مهربونه و به ما هم علاقمنده و ما رو هم مثلا دوست داره. چون درباره برادرم پرسید، راجبه خواهرم که مشکلی پیدا کرده بود، پس بیاید ما هم او رو خوب بدونیم و دوست بدیم. ما تمام عمرمون داریم این کارو میکنیم. یعنی من تمام عمرم ایشون نسبت به دیگران اینطور نیستن، اتفاقا خیلی قاطع و خیلی روک هستن همه جا. خب اون خودششون عصبانیته. درسته. فقط نسبت به من اون محبت کلامی یا حال هدیه دادن یا رعایت کردن مناسبت ها و اینها هست. خب اون که اصلا معنی نداره. دیگران من ندیدم. اونا که اصلا معنا نداره. عزیزم شما نمیخواید گوش کنید، چون اصلا اینا که معنا نداره. مطالعات نشون میده آدمایی که درباره این آداب و تشریفات اساسا اتفاقا نامهربون ترن، برایشون اصلا رابطه دروغ داره. روزی که کسی خیلی مواظب تاریخ تولدتون و جشن آمدنتون و خریدن گل هست و هدیه هست، تازه بیشتر میخواد از این طریق یه چیزی که در خودش نیست رو به وجود بیاره و یا به شما ابراز بکنه و نشون بده. نه اینکه اینا بدن، مهم علت و انگیزه است عزیز. یعنی من چرا این کار رو میکنم؟ برای اگر من یه آدم مهربونی هستم، یعنی مردم رو خوب میدونم و دوست دارم، چرا از دست مردم به خاطر کارهای متفاوتی که میکنن میشن؟ بعد شما بهم میگید روکه. یعنی چی روک؟ اصلا نشانه پرخاشگریه. یعنی چی من روکم؟ هر کی چی بگه من چیزی بهش میگم. بعد در ارتباط با شما چیزاتش چیکار کنید؟ خب آدم ها شب میرن خونه خودشون، خونه دیگر که نمیرن که، معناش اینه پس ببین چقدر من مهمم که اومده خونه من. خب معلومه هر کسی که رفت خونه خودش برخوردش هم متفاوته. شما آمدید با هم آشنا شدید به جهت مثلا ازدواج، خب معلومه 100 تا کاری که برای شما میکنه یکیشو برای هیچ کس دیگه نمیکنه. تا زعی بکنه شما بعدم ناراحت میشید که چرا این کار کردی.
ای همطور که فرض کنید برای شما هدیه میخره، دیدم رفته ای که دختر خانم دیگرم برای هدیه خریده برده، شما اصلا مهم یعنی چی؟ برای که شما به دلیل رابطه ای که دارید حالا آوردن گل یا هدیه معنی داره، برای دیگران که نداره، برای این که نشانه ای نیست. پس مهربونه، مهربونی از این درده میاد عزیز. به من بگید که از من خوشش میاد، بگید میخواد نظر منو جلب کنه، بگید میخواد منو قانع کنه به اینکه به من علاقه مند. بله اونا حرفا درسته، ولی از توش مهربونی در نمیاد. مهربون وقتیست که کاری رو میکنه که دیگری دوست داره و میخواد و او قرار نیست انجامش بده. مهربونی یعنی من کاری میکنم که خوبه، درسته، مفیده، ازش لذت میبرم، باش خوشم، باش رشد میکنم، از خودم آدم بهتر و برتری میسازم، خوشحالم که من این فرصت دادن که برای کسی کاری بکنم. انتظار و توقعی ندارم، تشکر نمیخوام، جبران نمیخوام. فکر میکنم تو این دنیا از یه دست دیگه به من میرسه که حرف مفتیه، اون دنیا به من پاداشی نمیدن. هر وقت این کاری که این مهربونی در غیر مثال شما یه تاجر معامله گری، درست پس که مغازه من و شما میریم 10 تومن میدیم یه کالای 7 تومنی میخریم 3 تومنش هم پس میگیریم، با معامله داریم میکنیم. بسیاری از مردم، اکثریت مردم ایران مهربان نیستند. ما اصلا مهربونی داریم، ما مهربانیم، ما میخواییم به همه ثابت کنیم خوبیم و لطفا منو خوب بدون و دوست داشته باش. شما اصلا تمام تعارف ها رو نگاه کنید، تمام تعریف ها رو نگاه کنید، تمام برخوردها رو نگاه کنید، به جهت اثبات یه مسئله است که من رو خوب بدون و منو دوست داشته باش. اشکالش اینه که در ته وجودم من معتقدم خوب نیستم و دوست داشتنی هم نیستم و اینجا گرفتاری من. آقای دکتر اگه اجازه بدید من یه سری از ویژگی های منفی خودم هم بگم. من اگه دو تا مشکل بخوام در مورد شخصیت خودم بگم، یکیش اینه که کارامو خیلی به تعویق میندازم و معمولا تو اون آخرین لحظاتی که دیگه زمان دارم تلاشمو میکنم و اون موقع معمولا نتیجه مطلوبی میگیرم، ولی قطعا اگه زودتر شروع میکردم خیلی بهتر از اون میشد. و مشکل دومم اینه که تو تصمیم‌های بزرگ معمولا تردید میکنم و خیلی به این فکر میکنم که اگه اشتباه بشه یا شکست بخورم چی میشه. تو تصمیم‌های کوچیک معمولا این مشکل رو ندارم. در مورد ایشون دقیقا نه نه صبر کنید، نه آخر نه من که نمیخوام لیست به من بدید. ببینید عزیز، شما یه جمله تو صحبتاتون گفتید که باید بگم متاسفانه درسته، و اون جمله معلومه که شما درباره این موضوع چیزی نمیدونید عزیز. یعنی شما الان دارید به من اینو میفرمایید که من آدمی هستم درگیر سخت و سنگین استرا انگزایتی به شیوهای مختلف، بنابراین از اشتباه، شکست و حرف مردم میترسم. به همین جهت است که تبدیل شدم به آدم از یه نظر کمال پرست پرفکشنیست که باید کارا رو به بهترین صورت ممکن انجام بدم و چون معمولا این اتفاق نمیفته پس کارا رو انجام نمیدم، بنابراین کارا به تعویق میفته. دوم، یه برداشت غلط دیگری داری درباره مفهوم زمان. ببینید آدم سالم میگه امروز مساوی با فردا، فردا مساوی با پس فردا. اینو تو ذهنش داره. بنابراین وقتی امروز مساوی با فردا و فردا مساوی با پس فردا، یعنی درد امروز مساوی با درد فردا مساوی با درد پس فردا، لذت امروز مساوی با لذت فردا و پس فردا. روزی که این کار باشه اول کارشو میکنه، نه اینکه صبر میکنه کار رو میذاره برای دقیقه آخر. روزی آدم این کار رو میکنه که مدام امروز مهمتر از فرداست، پس درد امروز بیشتر از درد فرداست، لذت امروز بیشتر از لذت فرداست، پس درد رو میذاریم برای درس رو میذاریم برای فردا، میذاریم برای پس فردا. و در نتیجه یه نظام ذهنی است که اگر این درست نشه بعد مخصوصا با اون کمال پرستی همراه بشه معلومه حرفی که شما میزنید. من در دقایق آخر کارو شروع میکنم، مجبورم حالا دیگه انجام بدم، حالا ممکنه جواب خوب در بیاد، شما میگید خوب در میاد، علتش یا تواناییاتونه یا توهماتتونه. ولی من بارها این مثال عرض کردم، بازم تکرار میکنم، من به شما 700 صفحه کتاب میدم، میگم برای 7 روز. شما برمیگردید میگید خب هفته 100 روزی 100 صفحه میخونم.
روز اول پا میشید میگید نمیخوام بخونم، میذارم برای 6 روز بعد، 6 تا 120 صفحه میخونم. روز بعد بلند میشید میگید نه میذارم برای بعد 5 تا 140 صفحه میخونم. روز بعد بلند میشید میگید بذار ببینم واقعا 700 صفحه است، ورق بذارم ببینم با پاورقی داره عکس داره میشه 600 تا، میگید میذارم برای بعد فرض کنید که 3 روز 120 صفحه میخونم. روز بعدی بلند میشید میگید نه بذار 2 تا 300 صفحه میخونم در بعد میذارید روز آخر. آدم ظالم آدمی است که روز اول دوم 700 صفحه رو میخونه میذاره کنار، خودشو خلاص میکنه. کاری که باید انجام بشه باید انجام بشه، ولی روزی که آدم باورش اینه که امروز مهمتر از فرداست معلوم این کارو نمیکنه. بنابراین ببینید این ذهنیتی که باید درست بشه. شما الان به من بگید که من سال دیگه میخوام برم امریکا، میخوام برم اون دانشگاه، شما شنیدم این استاد رو میشناسید، میشه سفارش منو بکنید؟ میگم من الان بگیر باش حرف بزنیم. من نمیگم یه سال ما وقت داریم. شما یه ذهنیتی دارید که نگاهتون به زمان اشتباس، از جانب دیگر هم مضطرب و نگرانی هستید. اضطراب و نگرانی شما رو برده به سمت اینکه کارا رو باید به بهترین صورت ممکن انجام داد و الا مورد اعتراض و انتقاد قرار میگیری. ترکیب ایناست که معلومه کار دستو میده. حالا در ارتباط با یه آدمی مثل دوستی که میگید، ای بس، و اگر او یه کمی حساسه در خصوص زمان معلومه همیشه دعوا داره، چون برای که شما همیشه دیرید. برای یه کار عادی 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه دیگه، یعنی همیشه اون باید منتظر شما بمونه و برای یه ذره کارا بیشتر. خب اینجا با هم یه اختلاف اساسی دارید. شما براتون یه دقیقه یه دقیقه است، برای او 20 ثانیه است و حالا گرفتاری است. یعنی ببینید عزیز، من این موارد رو توی کتاب آوردم، الان بهتون پیشنهاد میکنم. این برای من ارزش مادی هم ابدا نداره، ولی برام بسیار مهمه. شما سی دی یه ترس و استراب و وحشت که 8 ساعت، استرس که 4 ساعت، افسردگی که 8 ساعت، خشم و عصبانیت که 8 ساعت، اینا 28 ساعتن. اینا رو باید بشنوید. دوم، سی دی شخصیت سالم و نرمال رو باید بشنوید 14 ساعت، و بعد 8 ساعت هم چرا ازدواج چرا طلاق، و 4 ساعت هم 50 باید نباید در زندگی زناشویی. شما این مجموعه 50 60 ساعت را بشنوید، تمام ذهن و حتی باورها و احساسات شما راجع به همه موضوعی مربوط به خودتون انسان و دیگران عوض میشه. به همین سادگی. انسان مثل کسی است که حالا اومده یه کشور دیگه، یا شب بوده چراغا رو روشن کردن یا خورشید طلوع کرد. برای که معلومه دختر باهوشی هستید، کوشش و تقلایی هم میکنید برای اینکه مسائل رو یه نوعی تجزیه و تحلیل کنید، ولی اون حد اقلها رو ندارید. یعنی میخواید ترازویی دارید که این ورش سنگی نداره، که حالا چیزی که اینجا ریختید ببینید یک کیلو یا دو کیلوه، چون اون وزنه که علمی نیست در اختیارتون عزیز. و این کاریست که به راحتی هم صورت پذیره. یعنی با ای بسا روزی یه ساعت بذارید، تو دو ماه همه این کتاب و این سی دی ها رو شنیدید. برای که جمع 60 ساعت نمیشه، اما ذهن و زندگی شما رو عوض کنه، و برای دوستتون هم همینطور. چون ببین عزیز، ما این حداقل‌ها رو باید داشته باشیم. من بعد از برخی از اینا رو، بعد از 40 سال، برخی از این حرفا بعد از 50 ساله که تو این کار بودم، دارم خلاصه کردم ماجرای ترس و استراب رو، یا افسردگی رو، یا خشم و عصبانی. هر کدوم 8 ساعت شما 800 صفحه کتاب بخونید، اینقدر مطلب به دست نمیارید که خلاصه چکیده اصلی که مرتبط به شماست به زبان ساده فارسی. بنابراین یه مقدار بشنوید، یه ذره صبر کنید، آهسته حرکت کنید، بذارید صحبت‌های من رو هم دوستتون بشنون. خوشحال نخواهند شد، ولی اون اصلا مهم نیست. ولی اگر عمل کنید کاملا از این وضعیت بیرون میاد عزیز. آنچه که شما دارید به من میگید اینه که اون حداقل ها رو نمیدونید. فرض کنید در سیدی چرا ازدواج چرا طلاق، یک، مردم چرا ازدواج کنن به دلایل درست، دو، چرا مردم ازدواج کنن به دلایل غلط، سه، چرا مردم ازدواج کنن به ازدواج نمی کنن. 45 تا مثلا مطلب آورد. بعد چرا آدم ها طلاق می گیرن به دلایل غلط، چرا آدم ها مجبورن طلاق بگیرن، چرا آدم ها طلاق نمی گیرن. 45 تا 50 تا موضوع هم اونجاست. یعنی شما با 90 تا موضوع روبرو میشید، 90 تا نکته ای که شما رو با مسئله ازدواج و طلاق همراه میکنه و هر دو تا به هم مرتبطن. توی 8 ساعت 90 تا موضوع رو تو 8 ساعت، خب ارزش یه بار شنیدن داره. شما یه مقداری تو این زمینا کار کنید عزیز. این مراکزی تو ایران هست، مراجعه میکنید، همه اینا رو دارن، حتی اینا رو به صورت کتاب هم در آوردن، هر جور ترجیحتونه. البته من باش راحت نبودم، برای که آنچه که گفتاریه
نوشتاری به این راحتی نمیشه. ولی شد آمدی. بله حتما صوتیاش رو گوش میدیم. من یه سوال پایانی هم بپرسم دیگه بیشتر وقتتون رو نگیرم. ما حالا هم مشاوره رو قطعا با هم ادامه میدیم، هم سیدیایی که شما فرمودید رو گوش میدیم، ولی در مورد همین قضیه مهر طلبی که شما گفتین و اینکه خودم هم قبلا روش حساس بودم که این محبت های کلامی وقتی که اون فرد حالش خوبه رو آدم باید باور کنه یا صحبت هایی که تو عصبانی هست، هیچ کدام این چطور حل میشه؟ عزیزم من یه آدمی رو عزیزم من یه آدمی رو انسان رو در وقتی که رفته دستشویی بهش توجه کنم یا سر کلاس داره درس میده، هیچی. نه من اینا... اینه که چطور میشه آدم باور کنه اون محبت اینجا مهر طلبی نیست. عزیزم بگذارید باز یه مطلب دیگه بگم. از 1973 یعنی 51 سال قبل من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و در فرصت هایی که بود حرف این بود ما دو تا بدبختی داریم، یکی وابستگی است که مهر طلبی. بعد بالاخره به خودم جرأت دادم در بحث مربوط به شخصیت که گفتم شخصیت سالم و نرمال در 3 ساعت 60 تا صفت و ویژگی آدم مهر طلب رو آوردم. یعنی آدم مهر طلب 60 تا trait and characteristics صفت و ویژگی داره که این هر 60 تا به نظر در فرهنگ ایران خوب میاد در حالی که همه بد و غلط. خب شما روزی که با دوستتون یا خودتون جدا یا ایشون دونه دونه این 60 تا شماره داره 1 2 3 4 همینجوری نمیگم 60 تا 59 60 شما نگاه کنید نفهمید 17 تاشو دارید یا 32 تاشو دارید، بر اون مبنا میتونید تصمیم بگیرید من مهر طلب هستم یا نیست. تو 3 ساعت یعنی یه کاری که نتیجه 40 سال کار منه، هیچ جای دیگه نیست، نه در زبان فارسی نه انگلیسی، 40 تا صفت و ویژگی برای شخصیت برتری طلبه که احتمالا همسرتونه همراه با مهر طلب، 25 تا برای عزلت طلبه و 100 تا صفت و ویژگی برای آدم سالمه. یعنی آدم سالم تو 5 ساعت 100 تا صفت و ویژگی داره. جمع اینا با 3 تا مقدمه که 2 تاش از 2 تا استاد روانپزشک یکیش هم از خود منه شده 14 سال به شما میگه این 100 تا صفت و ویژگی آدم سالمه تو 5 سال، این 60 تا صفت آدم مهر طلبه چون بزرگترین مشکل ما مردم ایران مهر طلبیه تو 3 ساعت، 40 تا صفت و ویژگی آدم برتری طلبه تو 2 ساعت، 25 تا صفت و ویژگی آدم عزلت طلب گوشه نشینه تو 1 ساعت، 3 تا مقدمه 14 ساعت. هر کس که این رو بشنوه تنها حرفی که مطمئنن میتونم بزنم اگر خواستن تلفن کنن حتما نگاه و نظرشون راجع به خودشون و دیگران و انسان عوض میشه. خب این رو نگاهش کن بشنویدش 14 ساعت، اون موقع متوجه میشید کسی مهر طلب هست یا مهربان، چون خودش هم متوجه میشه. خب من آگاه شما وقتی من برگشتم گفتم میخواید بیرون تشبرید و میگید میخوام برم مهمونی، میگم او سب کن صورتت اینجای سیاهه، دکمه لباست هم افتاده، چجوری میشه درستش کرد؟ این سیاهی رو پاک میکنیم دکمه رو میگذاریم. اتفاقا این بهتری طریقه است. من برگردم بگم آدمه مهر طلب این 60 تا صفت رو داره، هم خودش میدونه با چی باید بجنگه، هم دیگران میتونن در رو ببینن یا بهش بگن نکن دیگه، بیشتر و بهتر از این چی؟ یعنی این تو 3 ساعت میشه تکلیف رو روشن کرد که من نه تنها مهر طلبم یا نیستم، بعد چه کار میتونم بکنم که مهر طلب نباشم و مهربون باشم. بشنویدش عزیز، برحال خوشحال شدم با تون صحبت. خیلی ممنون آقای دکتر از وقتی که گذاشتید. خواهش میکنم، تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.